بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و وقت بخیر خیر خدمت شما همراهان عزیز در این کانال که بنده را یاری میفرمایید میخوام همه فرمول هایی که مربوط به محاسبات اسید و باز هست بگم مسئله در اینجا حل نمی کنم ولی این فرمول ها را بدونی بد نیست همراه من یه بار تمرین کنی و میگم هر کدوم هر جا چجوری استفاده کنی خب برای اینکه این را خوب بفهمید محاسبات پی پی او اینجا نوشتم چارده این یکی از این همون خود فرمول هاست اینجا بردم لطفا یاریگر باشید انشالله من بتونم تمام تلاشم میکنم از هفته دیگه ریاضی را هم به موضوع کانال به صورت جد اضافه کنم که به دردتون بخوره و واقعا هر که لازم شما بلد بشید در امتحانهای مدرسه یا در آزمون سراسری موفق بشید من اینجا همه را صادقانه میارم چیزی نمیذارم دنبال کلاس های کنکور میلیاردی هم نیستم امیدوارم دارم به اندازه خودم بچهایی که باشون کار میکنم خدمت شما عرض کنم کمکشون میکنم ولی همه چیز اینجا میارم شما عزیزان استفاده کنید و در اختیارتون باشه راحت ولی همراه من برو یه الان اگر نداری یه قلم و دفتر بردار هی فیلم نگه دار حوصله به خرج بده به طولانی بودن فیلم نگاه نکن تو فیلم پنج دقیقه با فرموله بالا پایین پریدن یک معلم این نمیدونم فرمول تقیه اون فرمول نقیه این فرمول قولیه اینا نیست شیمی تا مفهومی جا نیفته نمیتونی تو کنکور جواب بدی نه شیمی همه درست همین هست کنکور مفهوم شده مفهوم یعنی خوب فهمیدن خب هدف منم اینجا از آوردن فرمول های پیش حفظ کردن نیست باید تو مسائل کار کنی خوب یاد بگیری خب بریم به امید خدا دنبال کننده این کانال باش مهمان عزیزی که تشریف آوردی یه لایک بزن یه نظر بده کار سختی نیست دوستان فیلم نگاه میکنید آخرش یه لایک زدن کار سختیه یه دلگرمی به من دادن کار سختیه ممنون میشم که همراهی میکنی خب بریم به امید خدا قسمت پایین اینو من برم بالا شروع کنم این پایین یکی یکی فرمول ها برای شما عزیزان آوردن و گفتن قبل از اینکه فرمول ها رو بگم یه چند تا لگاریتم هست شما بلدید میگید لگاریتم حاصل ضرب دو عدد میتونی بنویسی حاصل جمع دو عدد این خیلی به دردت میخوره بنویسی لگاریتم آ ضرب در بی مساوی سو لگاریتم به علاوه بی یعنی بعد حالا در شما اینجا چی استفاده میکنید چون پی اچ داری من های لگاریتم استفاده میکنید بس لطفا اینجوری باشه من های لگاریتم آ ضرب در بی همیش فرقی نمی کنه یعنی منهای لگاریتم آ به علاوه منهای لگاریتم بی این چیز سختی نیست لگاریتم یک عدد به توانی را به توان این را این خاصیتی داره میتونه بپره بیاد پشت سر این بشه این لگاریتم آ درسته؟ بعد لگاریتم تقسیم دو عدد را میتونی بنویسی لگاریتم تفریقشون لگاریتم ام منهای لگاریتم n. اینا یه ای چیزایی که از ریاضی 11 هم در رشته تجربه یا دانش آموزان رشته ریاضی تو حسابا میخونن و بلد هستن خب حالا این کجا به درد ما میخوریم مثلا تقسیمه یه جان زمانی هست دانش آموز خورده به این این منهای لگاریتم مثلا دو لازم لازمه بگیره میگه خدای دو و نیم که من لگاریتم این لگاریتم هم حفظ باشه هرچند تو کنکور میدن دو دهم لوگاریتم سه را 5 دهم ده دهم میگیرن و لوگاریتم پنج را هم 7 دهم این ستار هم بلد باش خیلی از لوگاریتم رو میتونی با اینا به دست بیاری چرا؟ مثلا لوگاریتم دو و سه را داشته باشی دو را داشته باشی چهار پیش شماست چون چهار دو به توان دویه درست یه دو تا لوگاریتم دو میشه از این استفاده میکنی یا لوگاریتم شیشه بخوای میگیری چی هست دو ضربه در سهه یعنی لگاریتم دو به علاوه سه الان اینجا گفتم دیگه حاصل ضرب استفاده میکنی پس اینا رو بلد باش مثلا لگاریتم پنج دوونی می میتونی بنویسی منهای لگاریتم مثلا پنج دوم بعد اون موقع بنویسی منهای لگاریتم پنج منهای لگاریتم دو درسته؟ به صورت تفریق بنویسی پنج رو بلدی میتونی راحت دوونی از روش حساب کنی متوجه شدی چه خدمت به چه خدمت شما چه چیزی را عرض میکنم که واقعا تلاش بشه و شما کار کنید و یاد بگیرید از لوگاریتما اینا رو بلدید من اشاره کردم حتما اینا رو بدونید خیلی به درتون میخوره و خواهشا سواله میخونید تفکر کنید از عمیق از عمق دل نگاه کنید به سوال تا بتونید خوب یاد بگیرید خب اما برم الان در مورد فرمول ها بگم این لوگاریتم لازم بود اشاره کنم دونه دونه فرمول ها را خدمتتون ارائه بدم یکی از چیزهایی که شما میسا... حساب میکنید پی اچ هست از منهای لگاریتم بگیری منهای لگاریتم از قلزت اچ مثبت یا هیدرونیوم که اچ مثبت هیچ فرقی نمیکنه معمولا اچ مثبت اچ مثبت می مثلا پی اچ به دست میاد یعنی اگر قلزت اچ مثبت بدن بهت بگن پی اچ حساب کن یه منهای لگاریتم ازش میگیری درسته مثلا حالا یه زمانی میگن پی اچ میدن اچ مثبت میخوان این فرمول یک تبدیل میشه به فرمول دو یعنی قلزت اچ مثبت برابر با ده به توان منهای پی اچ درسته؟ قلزت اچ مثبت مساوی با ده به توان منهای پی اچ این هم فرمول شماره دو خب البته بعد از این فیلم انشالله فردا یه فیلم حل مسئله خوب خواهم گذاشت از محاسبات پی اچ و اونجا همه اینا رو کاربردی خواهم گفت سه ولی دونه دونه این فیلم رو باید, باید بگیم حالا پی او اچ چیه یعنی ما از این دفعه منهای لگاریتم از غلظت او منفی بگیریم یعنی غلظت او منفی یا یونو هیدروکسید بدن میگن پی او حساب کن کافی هست شما یه منهای لگاریتم از اون غلظتی که عدد هست بگیرید غلظت مول بر لیتر دیگه حالا یه زمانی اومدن پی او دادن غلظت او منفی رو خواستم فرمول چهار به دست میاد غلظت او منفی هست ده به توان منهای پی او درسته خیلی خیلی ساده پس می بینیم که تا اینجا چهار تا فرمول حالا یه زمانی کاا هست برای اسیدها مینویسی و کابه درسته حواستون باشه از هم در سالهای اخیر تو کنکور نه از قدیمم بوده حالا کا -ا عدد دیگه اینا های کوچیک یا خیلی بزرگن به خاطر همین در اینها هم از تابع پی استفاده میشه پی کاا یعنی چی یعنی منهای لوگاریتم کاآ باز اینجا میتونی بگی آقا کا آ مساوی با چیه؟ ده به توان منهای پی کا آ این همون چیزی که برای پی اچ می نویسی. این فرمول پنج این فرمول شیش حالا برای باز باشه فرمول هفت میگی پی کا بی کای بی یعنی ثابت تعادل باز منهای لگاریتم کای بی حالا کای بی را بدن پی کا بی را بدن کا بی را بخوان فرمول هشت مینویسی کابی هم مساوی است با ده به توان منهای پی کابی بری سوال ها حل خواهم کرد خواهید دید تو کنم از این سوال ها بسیار بسیار زیاد هست خب اینجا رو پاک کنیم تا فرمول هشت رو بریم ببینیم فرمول نه چیه فرمول ده چیه همینجوری ادامه داره من یه فیلم زب میکنم واقعا تمام آن چیزی که در اختیار شما حاصل سالیان سال, سال تلاش میذارم یه لایک و یه کامنت و یه دنبال کردن کار سختی نیست مهمان عزیز خوش اومدی یه رابطه بسیار مهم هست بین غلظت اچ مثبت در او اچ منفی میگه اینها همیشه حاصل ضربشون هست یک ضرب در ده به توان منهای چارده ببین یه موقع ده به توان منهای چارده بنویسی درست هم ولی یکی بنویس در محاسبات کمکت کنه درسته؟ مثلا ده به توان منهای چهار در تقسیم بر دو میکنی در اصل یک تقسیم بر دو میکنی چون هر عدد ضرب در یک در ریاضی خودش دیگه ایرادی نداره این فرمول نوه از این فرمول فرمول ده نتیجه میگیرم که خب قلزت اچ مثبت چی؟ ده به توان منهای چهارده یا همون یک ضرب در ده به توان منهای چهارده و روی اچ منفی درسته؟ یازده در را چه نتیجه میگیرم؟ قلزت اچ منفی هست ده به توان منهای چهارده بر روی اچ مثبت درسته؟ خب این فرمول یازده فرمول دوازده رو بهت بگم خیلی مهم این فرمول ها, این فرمول ها خیلی کلیدی و حیاتی نه اصلا محال محاسبات اچ داشته باشی از این استفاده نکنی پی اچ به علاوی پی او هم همیشه جمعش چهارده است یعنی پی اچ و پی او اچ همیشه جمعشون چهارده است اگر یکی از این رو داشته باشی دیگری قابل محاسبه است کافی است که از چهارده کمش کنی چون دیگه این فرمول سیزده چهار دهش نمی کنم یعنی پی اچ مساوی با چهارده منهای پی او اچ درسته پی او اچ هم هست چی؟ چهارده منهای پی اچ یه رابطه ساده ریاضی دیگه این کلش کردیم دوازده خوبه؟ اما بچه ها رسیدیم به درجه یونش درجه یونش را برای اولا درجه یونش در اسیدها ها و بازهای قوی 100 درصد یک اما در بازها و اسیدهای ضعیف خواستید آلفا رایی که درجه یونش به دست بیارید چیکار کنید بنویسید برای اسیدهای ضعیف غلظت چه مثبت هر چی بود تقسیم بر سی غلظت اولیه اسیدت کن خب در این درجه یونش میگه اگر ضربه در صدش کنی میشه درصد یونش میشه درصد یونش که البته ما بیشتر درصد یونش در محاسبات کار داریم این خیلی مهمه حالا در اسیدها و بازهای ضعیف دو فرمول کلیدی و مهم بازهای ضعیف درسته یادت باشه در اسیدها و بازهای ضعیف البته تک اچی و تک او اچی. یعنی بازی که یه دونه اچ داره اسیدی که یه دونه اچ داره خب قلزت اچ مثبت در اسید ها هست آلفا درصد یونش ضرب در سی این خیلی مهم از این به دست اومد دیگه درسته؟ خب قلزت او منفی چی هست؟ قلزت م... یعنی اگر درصد یونش بازه بخوای به جای اچ مثبت میذاری او منفی هست آلفا دوباره ضرب در سی این سی اسیده این سی بازه در کجا خیلی به دردت میخوره؟ در اسیدها و بازهای ضعیف در اسیدها و بازهای قوی که خب آلفا چون یکه صد چه مثبت برابر با سیه او چه منفی هم برابر با سیه یعنی این و این یک هم دیگه در اسیدها و بازهای ضعیف باید استفاده کنی حواست باشه مثلا به من میگه اسید ضعیف یک دهم ده مولار خب مثلا با یونش یک درصد خب در کنکور میگه یک درصد خب میگه مثلا قلزت چه مثبت میخوای حساب کنی یه مثال کوچولی اینجا زدم بفهمی باید بگی قلزت چه مثبت مساویس با آلفا یک درصد یک ننویسه یک صدم بنویس یک درصد ضرب در یک دهم کن اینجوری به دست بیار یعنی میشود شود چی ده به توان منهای سه یا یک ضرب در ده به توان منهای سه حواست باش اما یادت باشه این اشاره کردیم خب بذار اینا رو پاکش کنم هی این از اینجا بیارم این پاک بشه خدمت شما عزیزان عرض کنم که همینجوری ادامه داره حالا من یه تیکه دارم میگم دیگه خداوند به چونه ما قوت بده که در شبان و روز ها مجبوریم چندین ساعت صحبت کنیم اینجا و کلاس و درس و بچه ها خب قلزت چه مثبت برابر با سی هست قلزت او OH اچ منفی برابر با C هست در کجا؟ همون قلزت در اسیدها ها و بازهای مثل تک عاملی تک عاملی یعنی چی؟ تک عاملی قوی مثلا HCL چون یه اچ داره تک عاملیه HBR تک عاملیه HNOSE تک عاملیه AOH یه دونه OH داره تک عاملی KOH یه دونه OH داره اسیدها بازهای قوی تک عاملی در اینها غلظت اسیدت هر چی هست غلظت چه مثبت هم همونه در اینها غلظت باز هرچی هر چی هست غلظت او چه منفی هم همونه اما یه نکته هست در کتابتون چون به بی آ او اش دو مرتبه سی آ او اچ دو مرتبه کلسیم هیدروکسید باریم هیدروکسید و SROH دو مرتبه یه موقع برخورد کردی اینجا خواستی غلظت OH اینا هم بازهای قوی هستن یادت باش اینها هم بازهای قوی هستن اینجا غلظت اولیت خواستی غلظت OH منفی را به دست بیاری دو را ضربه در غلظت اولیش کن چرا؟ مثلا باریوم هیدروکسید علتش میدونی دیگه وقتی که در آب حل میشه میشه بی آید و مثبت دو تا OH منفی تولید میکنه یعنی یک مول این دو مول به خاطر همین قلزتش باید در دو زر کنیم کاملا تفکیک میشه تا قلزت اوه OH منفی به دست بیاد درسته؟ این تا اینجا من دیگه شماره فرمول گذاشتن یادم رفت خدایش اما میرسیم یه سری فرمول های بسیار بسیار مهم خب حالا این فرمول های بسیار بسیار مهم چی هستن؟ فرمول بعدی بهتون بگم ببین یعنی دارم جنبندی اینا رو در فرمول ها میگم ها. بدون حل مسئله لازم گاهگاهی تدریس به این صورت هم باشه شما عزیزان رو کمک کن اما در اسید تک پروتونی یا تک ایچی تک پروتونی چون اصلا دو ایچی رو محاسبات شده نه به شما تو امتحان میدن نه کنکور رابطه ایه. این خیلی مهمه کاا ثابت تفکیک اسید آلفا درجه تفکیک یونی و سی غلظت اسید غلظت مولارش که تو آب حل شده خب یادت باشه که مساوی است با آلفا دو ام بر روی یک منهای آلفا است خب این چه زمانی است که کوچکتر از ده به توان منهای است بعضی میگن کوچکتر یا مساوی ده به توان چیز ببخشید بزرگتر از این باشد مذرت میخوام بزون. یعنی مثلا ده به توان منهای دو دیدی ده به توان منهای یک دیدی درسته باید از این رابطه استفاده کنی که را به دست بیاری یعنی غلظت اولیه دادن در صد یونش دادن که را خواستن از این استفاده میکنی درسته؟ اما اما اگر اگر یا مساوی به ده منهای سه باشه حالا ده توان سه معمولا مرز باید ندن هرچند تو سال 96 برداشته داده که باید اومده تازه باید از این استفاده کنید دیگه در نظر بگیریم که معمولا ده به توان منهای سه شد از این استفاده میکنیم ما اگر کوچکتر از این شد مثلا شد ده به توان منهای چهار و ده به توان منهای پنج و ده به توان منهای 6 و این هم بره اینا بزرگتر اینا کوچکترن دیگه اینا دیگه خودت میدونی دیگه توان منفی یعنی چی در این حالت دیگه نمیخواد از این آلفا صرف نظر میکنن همین میگن کا مساوی است با آلفادو دو ام خب اگر در یه مسئله دیدی گفته در یک اسید ضعیف ببخشید من توم میگم و مجبورم چون آروم میگم حجم فیلم خیلی میره بالا طولانی میشه و شما ببینید معمولا فیلم خو در یوتیوب میگم فیلم طولانی با ارزشه ولی خب ما ایرانی خب یه مقدار عادت داریم هر چیزی رو ناراحت نشید و سریع و زود یاد بگیریم نه واجون علم یه چیزیست که باید وقت بذاری بهش اونقدر کاغذ خراب کنی اونقدر باطله خراب کنی تا درست بشه در یک اسید ضعیف گفت گفت اسید ضعیف یعنی از این استفاده کن گفت اسید ضعیف تو مسئله از این استفاده کن آلفا چه داده بود درجه یونشش شو امش داده بود راحت تا آرا از این به دست بیاد خب دوباره فرمول هست بله اینقدر اینجا فرمول هست اینا رو بلد باشی نه اینکه حفظ کنیم من دارم میگم استفاده هاش کجاست تو مسئله بتونی مسئله حل کنی که اون حل کردن مسئله شم چشم با من که به زودی بعد از این فیلم قرار بدم به روی چشمم شما هم یاد میگیرید یادتون باشه در اسیدهای بسیار ضعیف ضعیف دیگه اصلا در ضعیف هستن گفتا و در بازهای بسیار ضعیف اسیدها بازهای ضعیف هستن ولش کن کلن در اسید ضعیف قلزت اچ مثبت یا اچ او اوی مصبت فرقی نمی کنه مساوی است با رادیکال کا آ سی رادیکال کا آ سی این یه رابطه مهم در بازهای ضعیف هم قلزت او منفی هست رادیکال کا آ کا بی سی یعنی ثابت تعادل باز ضربه در قلزت اولیه اسید باز ثابت تعادل اسید ضربه در قلزت اولیه اسید اما این یه نکته بسیار مهم خب یادتون باشه اگر در یک محلول این خیلی مهم این نکته قلزت یون هیدرونیوم یعنی قلزت یون چه مثبت منظورش همون هیدرونیوم یا اچ مثبت دو تاش یکی دیگه گفتیم خب این برابر شد این برابر شد ازت میپرسوا قلزت یون هیدروکسید چی میشه قلز یه هیدروکسید یک انومه برابر میشه چرا چون همیشه اینا باید ای چه مثبت در او چه منفی مساویس به با 10 منهای 14 برقرار باشه البته در چه دمایی در دمای 25 درجه که خارج از این دمام از شما نمیخواد یا برعکسش هم درسته یعنی این که اگر اینم اومد این کارکت کرد همین کار رو انجام میدهی خب اما یه سری نکات کلیدی میخوام بگم لازم هست که پاک کنم اینا رو بذار پاک کنم شما اگر تنتن میگم ببخشید خیلی ببخشید من عادتمه نمیدونم حالا تر بگم اینا را بقیه شما خوب یاد بگیرید شما هم همراهی بفرمایید کمک کنید اینشاالله این کانال اینجا با قدرت بالا بیاد بالاتر خب ما رقیق کردن چی داریم اسید قوی داریم رقیق کردن چجوری رقیق میکنن یک حسید را بهش آب اضافه میکنن دیگه آب محلول های آبی آب اضافه کردن چند تا نکته دقت خب خب اگر این برابر رقیق شود این برابر رقیق شود خیلی مهمه این یه نکته خب قلزت حالت دومت هست یک اینوم قلزت حالت اولت قلزت حالت اولت درسته؟ خب مثلا اسید قوی یک لیتر اسید یک لیتر اسید یک مولار داریم درسته؟ یه لیتر را اضافه کنیم بهش درسته سی دوت مساوی است با چند برابر کردم یه لیتر دو برابر شد حجم نشه یک دوم سی یک میشود یعنی یک دوم یک میشه میشه نیم مولار میشه این حواست باشه این یه نکته مهم پس یک اسید قوی دارم میگم خب یادت باشه در اسید قوی آلفا تغییر نمی کند نیاد در سوال آلفا یعنی درجه یونش با آب اضافه کردن هیچ تغییری نمی کند درسته؟ خب اگر این برابر اسید قوی رو رقیق کنی اسید قوی ببین اینا ها مثل چین اچ سه HBR HCL اینایی که باید آی اینا اسید های قوی قلزت قلزت H مثبت چند برابر میشه یک انوم میشه قلزت H مثبت تر چند برابر کرده تقسیم برون میکنی خب حالا این خیلی نکته مهمه تغییر pH چقدره این نکته را یاد بگیر خیلی مهمه تغییر pH مساویس با pH در حالت دوم دیگه رقیق کردم اما پی اچ یک حالت اول می نویسی و علاوه از اون دو برابر عدد چی میگیری گیری لگاریتم این می گیری. اون چند برابر کردی دو برابر کردی از این یه لگاریتم دو میگیری به اون پی اولت اضافه میگیری. گیری درسته این تق پی اچ ثانویت می شه. این خیلی خیلی فرمول مهمی هست که باید دقت کنی و یاد بگیری اما یه نکته هم میخوام در مورد رقیق کردن اسید ضعیف بگم حالا این اسیدهای قوی بود اسید ضعیف این نکات گفتم یادداشت کن بنویس همراهش با گوش کردن تنها آدم یاد نمیگیرد خب بنویس تا یاد بگیری خب بذار اینم پاکش کنم حالا نکته میام میگم چی نکات رقیق کردن چی نکات نکات رقیق کردن این باتریش داره میپره ببخشید حواسم نیست بذار اینو بزنم شارژ خب نکات رقیق کردن این دفعه چی؟ اسید ضعیف اسید ضعیف مثل چی؟ مثل HF هیدروفلوریک اسید مثل HCOOH خب نمیاد بگه که تو گون اسید ضعیف میاد میگه در HF تو باید بشناسی مثل HCN هیدروسیانیک اسید طبق اون چیزهایی که کتاب داره مثل این فرمیک اسید یا متانویک اسید یا CH3 COOH استیک اسید یا اتانویک اسید در این با رقیق شدن هر چی شد قلزت محلول دوباره همونه قلزت محلول سی دو مساویس با یک اینوم سی یک مثل قبلی اما اینجا دیگه این رقیق کنید درجه یونش چی میشه؟ درجه یونش این برابر میکنی آلفا دو رادیکال این برابر آلفا یک یه اثبات اینا نیازی نداریم قلزت یون هیدرونیوم چی هست؟ اسید ضعیف دارم میگم قلزت یون هیدرونیوم یک بر روی رادیکال این برابر افزایش میابد خب یعنی قلزت اچ مثبت در حالت دوم که رقیق کردی این برابر محلول رقیق کردی یک بر روی رادیکال این در اچ مثبت میشه بچه ها من فرمول حفظ کردن کاری ندارم آم. ولی خب به یه چیزایی آدم تو ذهنش باید داشته باشد خب اما پیش چقدر تغییر میکنه تغییر پیشت pH دو مساوی است و pH که می نویسی به علاوه یک دوم لگاریتم این تغییر می کند اونجا به اندازه لگاریتم این تغییر می کند اینجا به یک دوم لگاریتم این تغییر می کند خب هنوز فرمول هست بله بله هنوز ادامه دارد و منم میگم و دیگه الان داره تموم میشه اینا رو حالا حالت کلی گفتم یاد بگیریم یه فرمول داریم واکنش خونسا شدن خونسا شدن اسید با باز خب از معمولا تکیر اسید تک آمیلی را بهت میگن یادت باشه از این فرمول استفاده میکنن درسته سی اسید ضربه در وی اسید مساوی است با سی باز ضربه در وی باز خونسا میشه اسید و باز یعنی کامل با هم واکنش میده دیگه شما میدونید سی ضربه در وی یعنی این درسته یعنی تعداد مول یعنی زمانی یک اسید با یک باز خونسا میشه که این مول اسید برابر با مول باز باشد دیگه چون مگر غلظت مولی نیست تعداد مول تقسیم بر حجم غلظت مولی ضرب در حجم میشه تعداد مول غلظت ضرب در حجم میشه تعداد مول وقتی یه ماده با یه ماده دیگه کامل خونسا میشه یعنی مول هاشون با هم باید برابر باشه تا کامل خونسا بشه تمام شد ره. از این فرمول استفاده میکنیم حالا مسئله حل خواهم کرد و خواهم گفت یه فرمول بسیار مهم داریم که زمانی هست یک محلول را حالا این محلول میتونه اسید باشه باز باشه نمک باشه هر چیزی اگر آ درصد خلوصش دادن دی چگالیش دادن و ام جرم مولیش دادن ام جرم مولیه قلزتش قلزت مولیش از این رابطه به دست بیارید ده ضرب در آی ضرب در دی بر روی ام خیلی هم فرمولی کاربردی هستین تو کتاب نیست ولی میدن تو کنکور ولی تو کنکور میدن حالا ده هزار بدر آی هزار بدر دیه بر ام یعنی باید یاد است آ هست درصد خلوصه مثلا میگه درصد خلوص سی و شیش و نیم سی و شیش درصده نظر سی و شیش صده ما همون خود سی و شیش یا سی و شیش و نیمه بذار اونجا نمیخواد در صدش دیگه استفاده کنی دی هم هرچی داده بود بذار اونجا دهم ده کس ایم که جرم دیگه ولی حواست باشه که دیش را بر حسب چی بیان کرده باشه؟ گرم بیان کرده باشه آه. گرم بر میلیت گفته باشه نه بر حسب کیلو گرم چون جرم مولی هم بر حسب گرم بر موله در صد هم که باید که یه چیز عددی دیگه یکا نداره این از این اما یه زمانی هست پی, پی میده ولی چه جوری پی پی بچرخونم در این فرمول استفاده کنم من میدونم PPM پی, پی مساوی با آ در ده به توان چهاره قبول دارید PPM پی, پی ام با آ در ده به توان چهار چرا PPM پی با آ در ده به توان چهاره اینو بذار اینجا یه کوچولو ثابتش کنم پی, پی ام شیمی دهم ده میخونی غلظت در قسمت در میلیون مساوی است با جرم حل شونده تقسیم بر جرم محلول ضرب در ده به توان 6 آیا میتونی ده به توان 6 بکنی چی ده به توان 6 بکنی ده به توان 2 ضرب در ده به توان 4 میتونی یا نه میتونی دیگه مگر این تعریف درصد وزنی نیست ده به توان یعنی صد دیگه درست بس به میگم پی پی ام مساوی درصد وزنی ضرب در ده به توان 4 بعد اینجوری این ای هم که وجود داره موقع پی, پی بود به بر راحتی با این فرمول آ را مساوی با چی کن؟ آ مساوی است به پی پی ام چقدر هست تقسیم بر ده به توان چهار کنی میشه درصد وزنی بعد ببر تو این فرمول به کار بگیر فعلا تا اینجا بسیار خوب هست این سوال یه جا میده بعد برای خونسا شدن استفاده میکنه جاهای مختلف باید دیگه رو مسئله حل کنم در این فیلم قصد داشتم که باید فرمول ها را اشاره کرده باشم امیدوارم مفید باشد امیدوارم یه لایک بزنید امیدوارم یه نظر بدید امیدوارم یه سابسکرایب اون دکمه قرمز هم بزنی و عضویت در این کانال ضرر نخواهید کرد چون این یک کانال زنده هست یه فیلم همیشه هست و کمک میکنه به آموزش شما عزیزان و سلام خدا نگهدار